استاد ما میگفت رفتم کرمان، شنیدم یه پیرمرد 18 شب روزه میگیره، سفره میندازه، غذا میده برای به نیت امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. میگه رفتم کرمان در خونه پیرمرد رو زدم، پیرمرد اومد دم در، منو شناخت، بفرمایید. گفتم اومدم قصتو بشنوم. بریم تو. رفتیم تو. گفتم شنیدم 18 شب سفره میندازی و 18 شب تو محرم شام میدی، از کجا میاری؟ چه جوری پولش تهیه میشه؟ گفت قصه داره، من بیماری عفونی گرفتم، بیماری حسبه گرفتم، تمام بدنم عفونت گرفت. بابا مرده بود، یه مادر پیر داشتم، منو برمیداشت میبرد دکتر. کرمان و شیراز و اصفهان و تهران فایده نکرد، دوباره ما رو برگردوندن کرمان. دکتر به مادرم گفت این بیماریش عفونی شده، واگیر داره، خیلی دورش نزدیکش نشید، بهش سمتش نرید. تا گفت واگیر داره تمام رفیق ما دیگه نیومدن. یه رفیق کنار تخت ما مونده بود، اونم ننمون بود. هر چی میگفتم مادر نزدیک نشو به من، ممکنه بگیری، یا میگفت ایشالله من بگیرم زودتر از تو بمیرم که داغ تو نبینم. رفیق دیگه. دکترها ناامید شدن، یه روز به مادرم گفتن این بچه رو اینجا نگه ندار، ببرش خونه، مهیاش کن برای دفن و کفن و اینا، دیگه خیلی نمیمونه. مادرم منو بغل کرد آورد خونه. غروب بود، کنار حوض آب یه سبدی بود، منو گذاشت تو اون سبد. 6 ماه هم بود من راه نمیتونستم برم، فلج شده بودم. یه دستمالی مادر من داشت، از تو جیبش در آورد، دیدم مادرمو دستمال اشکشو در آورد انداخت تو حوض، همین جوری که میشست میگفت حسین داره محرمت میرسه آقا، یا مشالله منو زود ببر، من زود داغشو ببینم، محرمه میخوام کنیزی تو کنم، منو گرفتار نکنه، یا شفاش بده اول محرمه بتونم بدونم میخوام چی کار کنم، این بچه دست و پاگیر نشه. همینطور که مادرم گریه میکرد و با اون دستمال اشکش حرف میزد، منم تو دلم گفتم یا ابا عبدالله اگر از این مریضی خلاصی پیدا کنم 10 شب سفره میندازم برات، چه سفره ای. غروب بود، مادرم این سبد منو برداشت که توش بودم، خب ضعیف بودم، آورد گذاشت زیر زمین و خودش رفت طبقه بالا. شب شد، کم کم چشام گرم شد، تا اومد به خوابم یه لحظه از صدای پا میاد، چشا رو وا کردم، دیدم از پله ها یه آقایی داره میاد پایین. دیدم آقا آمدن پایین، به وجودش کل خونه ما و کوچه ما روشن شده بود. آمد کنار من نشست، هی دست سر من میکشید، میگفت ماشاءالله حالت چطوره. هی میخواستم بگم آقا، آخرش گفتم آقا من بیماریم واگیر داره، میگیرید؟ فرمود نه، بیماری تو با ما کاری نداره، پشو ماشاءالله. گفتم آقا پا ندارم پشم. گفت بگو یا حسین و پشو. تا گفتم یا حسین پاهام جون گرفت. گفت بگو یا حسین و پشو. تا گفتم یا حسین پاهام قوت گرفت. پشدم فهمیدم وجود نازنین ابا عبدالله است. شروع کردم دور حضرت چرخیدن، دورتون بگردم، محبت کردید، قدماتون درد نکنه، این همه راه اومدید. فرمود ماشاءالله بیا بشین. رفتم نشستم، فرمود یادته نیت کردی 10 شب برا من حسین شام بدی روزه؟ گفتم آره. گفت بیا به تعداد سن عمر مادرم فاطمه، 18 سال بیشتر مادرم عمر نکرده، بیا به نیت مادرم 18 شب روزه بگیر، 8 شبش مال من، 10 شبش مال تو، شریکی با هم بگیریم. گفتم باشه. یه دفعه دیدم آقا نیست، داد و هوار همه کرمو فهمیدن من خوب شدم. فردا صبح یه دفعه یادم افتاد حالا چجوری 18 شب شام بدیم، دیدم در میزنن، رفتم بیرون، دیدم یه عالم برنج، گونی برنج برای کیه؟ گفتم خونه آقا ماشاءالله. گفتم آره. گفتن یه بازاری نظر خونه شما کرده برای 18 شب برنج بده، تا زنده این برنجه میاد قصه نخور. همین جور هر چی ما خرج میکنیم یکی دو رو قبل محرم میاد. اما فلانی صبح روز اول محرم که شبش میخواستیم روزه بگیریم، تو این حیات خوابیده بودم، 6 ماه بدنم تو بستر بیماری خوش شده بود.
گفتم یه خود زیر آفتاب بخوابم آفتاب حالم بیاره. زیر آفتاب خوابیده بودم، دیدم در وا شد، همو آقایی که پریشب شفام داده بود وارد شد. گفت ماشاءالله، مگه روزه برای مادرم فاطمه نگرفتی؟ گفتم چرا؟ گفت پشو الان مهمونا میان. دیدم آقا رفت جارو رو برداشت شروع کرد. گفتم پسر زهرا چه میکنی؟ گفت میخوام خودم زیر پای گریه کنم مادرم و جارو کنم. اهل العالم نوح علی سبت الخاتم، اهل العالم اهل العالم نوح علی سبت الخاتم، یک سال اشکو یک سال روزه، از محرم تا محرم، یک سال اشکو یک سال روزه، از محرم تا محرم، کشتی عالم زده به قلب دریاها، ارکبو فلفل که بسم الله مجراها، کشتی عالم زده به قلب دریاها، ارکبو فلفل که بسم الله مجراها. من با تو فهمیدم دنیا پر از عشق، زیباییم داره کربلا دیدم، دنیای جاهای رؤیاییم داره، محور و ستونه کبریا حسینه، نقش حق شده روی ساق عرش نقش یا حسینه، محور و ستونه کبریا حسینه، نقش حق شده روی ساق عرش نقش یا حسینه، سیدی حسین جان نوح آدم گریه کن ها، رسول الله روزه خونت، نوح و آدم گریه کن ها، رسول الله روزه خونه، خضر و موسی شیس و عیسی، سینه زنهای مهمونه، ای پیمبرها همه جامه دران تو، کوه و دریا باد و باران نوح خانه تو، ای پیمبرها همه جامه دران تو، کوه و دریا باد و باران نوح خانه تو، دنیا پریشونه اما کنار تو، آرامش محض دنیا بدون تو، دار مکافات اصلا نمی ارزه، اوج زندگیمون توی روزه هاته، آخر بهشت تازه اول راه کربلاته، اوج زندگیمون توی روزه هاته، آخر بهشت تازه اول راه کربلاته، سیدی حسین جان دنیایی که تاریکه، روشن میشه با مهتابت، منظومه شمسی یعنی دورت میگردن اصحابت، منظومه شمسی یعنی دورت میگردن اصحابت، من مسلمان تو گشتم صدر اسلامم، گوشه صحنه تو اقیانوس آرامم، من مسلمان تو گشتم صدر اسلامم، گوشه صحنه تو اقیانوس آرامم، هم مو سفیدم کن هم رو سفیدم کن، باید که آدم شم با
باید منم مثل طیب یه روز آخر نذر محرم شم. کارمه که هر سال میدونی امیرم، سوم محرم بیام و من کربلا بگیرم. کارمه که هر سال میدونی امیرم، سوم محرم بیام و من کربلا بگیرم. سیدی حسین جان.